بسم الله الرحمن الرحيم. در کره خاکی رو حساب باز کرده خداوند تبارک و تعالی، تمام این عالم رو مسخر تو قرار داده، به تو یاد داده بری یه دونه تومه بندازی گیره یه دونه قلاب ماهیگیری تو رودخونه، ماهی به چنگ تو تسخیر بشه و بیفته. اگر ماهی عقل و شعور داشت تو زیر آب یه چشمک میزد میگفت خودت. عقل نداره این حیوان، شعور حیوانی داره، عقل نداره. ولذا تومه رو میبینه گول میخوره میاد این تو دهانش گیر میکنه، دست و پا میزنه تو میگیری کبابش میکنی میخوری. گوسفند رو در تسخیر تو یه دونه چوب میزنی 200 تا گوسفند رو به انسان میدی، همه رو چوب میزنی، یه کیشی به اینا میکنه همه یه جا جمع میشه. اینا در تسخیر تو هن. توی انسان رفتی شلوار تو سوراخ کردی، انقدر شلوار بچه‌ها رو برشتی تنت کردی، داری پوز میدی به این شلوار. چه پوزی مونده که تو بخوای بدی؟ روسری تا اینجا سر کردن و موی خودمون رو بیرون گذاشتن، چند رنگ کردن و عرض به خدمتتون که مجموع اینا رو وقتی روسری رو توی یک جاده‌ای من میامدم از قم میامدم به تهران، یکی از این جاده‌های روستایی دیدم یه ماشین از جاده‌های روستایی پیچید اومد تو جاده اصلی، جلوی ماشین ما قرار گرفت. دیدم یه خانومی روسریش هم برداشته با آقاشون، مثلا به به مثلا حالا خانوم کجا هست؟ مثلا مالی که روستای شنگول آباد یا منگول آباده، مثلا جای دیگه که نیستش. این حالا اومده با این برداشتن روسری یه پوزی بده، اهل عالم ببینید من روسری رو برداشتم، همه این موها رو که بوز هم داره خیلی خوشگل ترش داره، تکون میده حیوان را میخواید. مگه چیه تو داری آخه میخوای نشون بده؟ دست از این عقده حقارت بردار، شخصیت تو مافوق این حرف هاست، خدا رو تو حساب باز کرده. چیه که میخوای بهش پوز بدی؟ چی هست واقعا؟ ای گل نرگسم بیا، دل برو مونسم بیا، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا، ای گل نرگسم بیا، دل برمونسم بیا، بی تو سیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث حجاب در جلسه گذشته موضوع جدیدی رو مورد بحث قرار دادیم با عنوان علت بدحجابی و بیحجابی اصولاً چیست، مخصوصاً در جامعه خودمون که جامعه ایرانی هست و دارای اقوام مختلف هست و تنها کشور شیعه بر روی کره زمین به صورت رسمی هست با یک جمعیت حدود 70 میلیونی، چرا ما باید این همه بدحجاب داشته باشیم؟ یا کسانی که علاقه دارن که هر چه زودتر همین بدحجابیشون هم تبدیل به بیحجابی بشه، یا در خلوت‌هایی که در حریم‌های خصوصی خودشون دارن با این تعریف که حریم خصوصی ها اینگونه تعریف کنیم که فامیل دور هم هستن، همون روسری رو هم بر می‌دارن، لباس‌های آنچنانی هم می‌پوشن و اصولاً اصل حجاب رو هم رعایت نمی کنن. ولی اگه ازشون پرسیده بشه که شما آیا مسلمان هستین، به ظرف قاطع میگن که ما مسلمانیم، معتقد هستیم و تازه شیعه اثنا عشری هم هستیم. خب علت بدحجابی و بیحجابی در چنین جامعه ای به طور خصوص و به طور عموم در یک جامعه جهانی چی میتونه باشه؟
عرض کردیم که بد حجابی و بی حجابی اصولاً از نظر روانشناسی و یک بحث روانکاوانه دارای علتهای مختلفی میتواند باشد. از میان این علتها مهمترین علت رو ذکر کردیم و گفتیم علل دیگر هم داره که انشالله در این جلسه به اون علتها هم خواهیم پرداخت. قبل از اینکه اون علتها رو ذکر بکنیم، یه تکمله ای از بحث گذشته پیرامون علت اول باقی مونده بود که اون رو به سمع و نظر عزیزان برسونیم، خانم ها و آقایون، و سپس انشالله بپردازیم به قسمت دوم که عوامل دیگر در بدحجابی هست. در عامل اول و علت اولیه بدحجابی عرض کردیم که روانشناسان بحثی دارن، نه برای بدحجابی، برای مسائل دیگر تو جامعه هم همینطور. یه بحثی است به نام عقده حقارت. این عقده حقارت خودش امروزه یک علت و عاملی شده برای بدحجابی و بیحجابی در جامعه ما. در مورد عقده حقارت توضیحات کافی رو دادیم. پیرامون این مطلب رسیدیم به اینجا که کسانی که دارای عقده حقارت هستن، اگر ما بخوایم اینها رو بشناسیم، اینها دارای چه نشانه هایی هستن. بعد عرض کردیم که افرادی هستن که توی وقتی که این افراد ما داریم میشموریم، بازم داریم این تأکید رو میکنیم، وقتی ما صحبت از کسانی میکنیم که عقده حقارت دارن، ممکنه که از بنده این که اینجا نشسته باشم این مطلب درم صدق بکنه و شمایی که اون طرف نشستی و دیگرانی که در دانشگاه های ما، مخصوصا در حوزه های علمیه ما، به خصوص در بازارهای ما، در ادارجات ما، در کارخانه جات ما، در شرکت های ما خصوصی و عمومی و امثال اینها، تو جامعه کلا ما بهشون برمیخوریم، ممکنه که این مطلب رو داشته باشن. و این چیزی نیستش که ما ازش فرار بخوایم بکنیم، بگیم که آقا هر کس این طور باشه دیگه، حالا باید عرض به خدمتتون که گذاشتش زمین و رو به قبلش کرد و سرش رو گوش تا گوش برید. نه، این یک بیماره. ممکنه بنده بیمار بشم، ممکنه شما بیمار بشی، ممکنه تو دانشگاه های ما، ممکنه 70-80% دانشجوی ما دوچاری همچی بیماری باشن. این تعارف با کسی نداره. ممکنه تو حوزه های علمی ما 70-80% ممکنه دوچار این بیماری باشن. بیماری های روحی تعارف بردار نیست، باید پیش بود، دنبالش بود تا این بیماری رو معالجه کرد، مثل بیماری های جسمی فرق نمی کنه. گفتیم کسی که دارای عقده حقارت یا کسانی که دارای عقده حقارت هستن چه نشانه هایی دارن که ما اینها رو بشناسیم و یا خودشون رو بشناسند برای معالجه خودشون گام بردارن، که راه معالجهش هم به طور مختصر امشب و در این جلسه انشالله عرض خواهیم کرد. عرض کردیم که دارای چنین نشانه های هستن، یعنی این نشانه ها از بارزترین نشانه های این افراد است، به شرطی که استمرار در اینها داشته باشه، نه یک دفعه اتفاق بیفته. یک، مسخرگی، همه رو مسخره میکنن. دوم، بدزبانی، زبان خوبی برای بیان خواسته ها و مطالب خودشون ندارند. اینا خیلی زحمت براش کشیده شده، جمع شده از میون ده ها کتاب اینا جمع آوری شده. سوم، انتقاد میکنن. خود انتقاد اصلا در اسلام یکی از پایه های مسائل اخلاقی انتقاده، ولی به شرطی که سازنده و به جا باشه. ولی این اشخاص انتقاد میکنن بی جا و بی مورد، همواره در حال انتقاد کردنن و زیاد هم انتقاد میکنن. نقاط ضعف رو بر زبان میارن، نقاط قوت رو نمیگن و به صورت بیجا و همیشگی. این سه تا. چهارم، دارای یک نوع دورویی و نفاق هستند. حرفی رو میزنند ولی پای حرف خود نیستند و نمیستند پای حرف. عواقب صحبت‌های خود رو و حرف‌های خود رو، مسئولیتش رو به گردن نمی‌گیرن. چند تا شد تا اینجا؟ 4 تا. پنجم، همواره در پی جلب کردن توجه دیگران نسبت به خودشون هستن.
همواره دنبال اینن که یه جوری توجه دیگران رو نسبت به خودشون جلب بکنن. مثال زدیم، گفتیم مثل جشن‌های عروسی که بعضی وقتا تو این خیابون‌ها شما می‌بینید یه خیابان بسته است، یک افراد خودخواه، متکبر، مغرور، خودپسند از ماشینا اومدن پایین، میزنن، میرقصن، بعضن خدای نکرده مشروبم مصرف کردن، چوبی هم میکشن یا قمه هم میکشن، به جان یه عده‌ای هم میافتن، یه خونی هم به هر حال این وسط ریخته میشه، یا تفنگی طرف خوش ده میاره که همه نگاه کنن ببینن که این تفنگ داره، بگن تفنگ کجا بردی، این دیگه کیه، چه جالب. توجه دیگران رو با اون بزن و بکوب و رقصیدن اینا وسط خیابون و خیابون بند آوردن به سمت خودشون جلب بکنن. داماد یک کسی دیگه است، عروس یک کسی دیگه است، دو نفر دیگه میخواد زندگی تشکیل بدن، این وسط میبینه که نه داماده نه عروسه، میگه چیکار کنیم، میگه کاری کنیم که یه نگاهی هم به ما بکنن، همش دارن یا به تاج عروس نگاه میکنن یا به آقای داماد و به زلف آقای داماد دارن نگاه میکنن، پس ما این وسط چه کاری؟ من به یاد دارم سازمان منافقین خلق در اوج فعالیت‌های خودش که بود، یک روزی یکی از اعضای این سازمان رو توی خیابونی به طور اتفاقی گرفتم. خیلی جالب بود، من چون یه تحقیقاتی راجع به اینها داشتم و اینا، یک روند کاری داشتیم و در زمانی هم که درس می‌خوندیم اینها هم اونجا اون موقع اجازه فعالیت داشتن، کاری ندارم حالا. خیلی برای من جالب بود که اینو پیگیری بکنم. پیگیری کردم که این چجوری دستگیر شده. دیدم که یک روز از بهش گفتن که چجوری تو دستگیر شدی، ما اصلا در پی تو نبودیم، دنبال تو نبودیم و نمیدونستیم توی همچین خونه تیمی، توی همچین خیابونی مثلا هستی و اینها. گفت من هر چی نشستم دیدم هیچکی به دنبال ما نیومد. نه اطلاعات اومد، نه کلانتری اومد، نه کسی فهمید ما اینجا خونه تیمی داریم. خسته شدم. یه روز آمدم بیرون، شروع کردم تفنگمو کشیدم، شروع کردم تیر هوایی در کردن. دیدم باز مردم بازم به من محل نمیذارن، چون بس کی صدای تیر و تفنگ بودش، زمان جنگم بود، مردم دیگه به عرض به خدمت موشکای 6 متری و 9 متری و مثلا 12 متری صداش عادت کردن، دیگه به تیر و تفنگ کاری نداشتن. گفت ما دیدیم که اینجوری چند تا تیرم به سمت مردم شلیک کردیم. اون موقع دیگه مردم چی کردن و ریختن ما رو گرفتن، اول یه فاز کوتاه که مفصل بهمون زدن، بعد ما رو آوردن اینجا. گفتن آقا چرا همچی کردی؟ گفتم اصلا خسته شدم از بس کسی به من توجه نمیکنه، خسته شدم، گفتم یه توجهی به ما بکنن. اومدیم بیرون، این کار کردیم، این بنده خدا رو اینجوری گرفتنش. این مطلب جلب توجه دیگران و دنبال جلب توجه دیگران بودن یک مطلبی است که کمتر کسی ازش میتونه فرار بکنه. عمده ماها دوچار این مطلب، این نشانه هستیم. خیلی باید روی خودمون کار بکنیم. حالا عرض میکنیم یکی از راه‌های مبارزه با این قضیه چی هست. گفتیم مطلب بعدی که به نظرم ششمی بشه بخوایم عرض بکنیم، نشر دادن عیوب دیگران هست. این افراد یکی از نشانه‌هاشون، افراد که دارای عقده حقارت هستن، یکی از نشانه‌هاشون اینه که مستمرن دنبال اینه که دنبال اینن که عیب‌های دیگران رو رواج بدن. هشتمش عرض کردیم که تکبر ورزیدن هست، یعنی هیچ کس هم قبول ندارن، هر کی هر چی میگه اینا قبول ندارن. شما یه حرفی میزنی یه انگی به شما میزنن، خانومی یه حرفی میزنه یه انگی به اون خانوم میزنن، پدر حرف میزنه یه انگی به پدر میزنن، مادر حرف میزنه میگه تو دیگه حرف مثلا شامی تو درست کن، چیکار به کارهای ما داری تو، مثلا هر کس به هر کسی چیز میگه. حاج آقای روحانی مسجد حرف بزنه، برو حاج آقا جان دنبال کار خودت، چه میدونم آقایی بیاد این وسط صحبت کنه، شما اصلا چی کاره هست، هیچ کس رو قبول نداره. و خلاصه اینو عرض کردیم که اگر 5 درجه بیارزن، نمرشون 5 باشه، همواره دوست دارن که مردم به اینا نمره 50 بدن، یعنی 10 برابر مردم بیشتر اینا رو دوست احترام بهشون بذارن، بیشتر از اونی که هستن مردم به اینا احترام بذارن. و یکی از علائم و نشانه‌های مهم این افراد در واقع این هست که خودشونم خیلی وقتا نمیدانن که چه میخواهند، دائما در حال نق زدن هستن، غر میزنه، نمیدونه چی میخواد، غر میزنه، مثل یه بچه کوچیک که همش گریه میکنه، میگی پفک میخواد؟ نه. تفک میخوای؟ نه.
تفنگ میخوای؟ نه. ماشین برات بخرم. شیر میخوری؟ نوشابه میخوری؟ نه. از این ساندیسا میخوری؟ یک جیغ میزنه ساندیس دیگه مثلا چی چی. آب میخوری بهت بدن؟ نه. کتک میخوای بهت بزنم؟ همش هم میگه نوچ. یه کلش هم چی میکنی میگه؟ این آدم 40 ساله مثل همین بچه 4 ساله 5 ساله است که هر چی بهش میگه این مطلب اینجوره، مثلا چته، این مطلب هست، حرفی داری بخوای بزنی، میخوای بریم فلان جا که صحبت کنی، میخوای با فلان کسه صحبت بکنی، میخوای وقتی بگیرم با فلان کسه حرف بزنی، اصلا بابد ابی خوبون در حال نق زدن و قر زدن. اینا یکی از نشانه های عقده حقارت. یکی از نشانه های عقده حقارت که جلسه پیش عرض نکردیم هم این هست که پرونده این قضیه رو ببندیم. نمیخوام بگیم نشانه هاش فقط اینه، اینا مهمترین نشانه هاش. کسانی که دارای این بیماری هستند یکی از نشانه های مهمشون این هست که همواره دیگران رو دعوت به همون کار بد خودشون میکنن، دوست دارن در اون کار بد خودشون همواره دیگران بیان شریک اینها بشن که اینها تنها نباشن. یه شعار بسیار غلط و حرف بسیار زشتی که معلوم نیست کدوم شاعری این حرف مزخرف رو زده، هر کس گفته مزخرف هست، هیچ آدم عاقلی این حرف رو نمیپسنده و این شعر رو قبول نداره. میگوید که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. مگه انسان‌ها حیوانن؟ اختیار مگه از خودشون ندارن که برن همرنگ جماعت بشن؟ این جماعت شاید کارهای حیوانی داره میکنه، کارهای خطا داره میکنه، غلط داره میکنه، به مهلکه داره میفته، راه سقوط شاید در پیش گرفته. یه نفر عشقش کشته بره خودش از بالا پل هوایی بندازه پایین، از بالای پنجره خودش رو بندازه پایین. اینا جماعتی تصمیم گرفتن خودشون رو همه رو با هم دیگه خودشون آتیش بزنن. ما همرنگ جماعت چرا باید بشیم؟ مگه ما فکر مستقل نداریم؟ اگه بخوایم رسوا نشیم باید همرنگ جماعت نشیم، فکر کنیم، عقل تعقل کنیم، عقلمون رو به کار بندازیم. این شعر مزخرف یکی از شعارهای افراد عقده است. حالا ببینید این حدیث رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چقدر این حدیث زیباست، چقدر زیباست. کتاب قرر الحکم و درر الکلم صفحه 407. قال علی علیه السلام ذو العیوب یحبون اشاعت معایب الناس لیتسع لهم العذر فی معایبهم. چقدر این فرمایش زیباست، واقعا انسان بال در میاره وقتی این جمله رو میخونه که ما امامی داریم، پیشوایی داریم که گفتارش، یکی از گفتاراش اینه. چقدر قشنگه، به جان آدم مینشینه. اصلا حضرت میفرماید کسانی که خود گرفتار عیوبی هستند دوست دارند معایب دیگران شایع شود و زبان زد مردم گردد تا برای آنها میدان عذر آوردن وسعت پیدا کند. حضرت می‌فهمد کسانی که خودشون گرفتار یک سری عیوبی هستن همواره دوست دارن، یکی از نشانه های افراد عقده ایسا، همواره دوست دارن معایب دیگران هم رو بیاد. نمیتونه عیبشو برطرف کنه، دوست داره یه عیبی برای یکی بسازه، یا اگه طرف یه عیبی هم داره که مثلا کوچیکه بزرگش کنه، یا اصلا عیبی هم اگه داره اون عیب منتشر بشه. چرا؟ مردم همه این عیب رو بفهمن. چرا بفهمن؟ تا برای این شخصی که دارای عقده حقارت هست و گرفتار یک سری عیوب نمیخواد از این عیوب نجات پیدا بکنه، این میدان عذر آوردن وسعت پیدا بکنه، یعنی بهونه داشته باشه. تا بهش میگن چرا نگاه به ناموس مردم میکنی؟ فلانی و فلانی هم دارن نگاه میکنن، اگه بده بریم به اونا بگی. چرا شما چادرتو برداشتی رو سریتو نصف نیمه سرت کردی؟ میگه همه دارن میکنن، برو نگاه کن تو مترو و
تو ایستگاه‌های اتوبوس و عرض بخوام تو قطار و تو هواپیما همه همینطورن، همه دارن اینجوری راه میرن. اون شعار همرنگ جماعت شو یادتون نره، این حدیث امیرالمومنین حسن یادتون نره، همش دنبال اینن که دیگران چیکار دارن میکنن که اینا میدان عذرشون وسیع بشه، بتونن یه بهانه‌ای سر هم بکنن. نمیتونه دل بکنه کار خطایی که داره انجام میده، میخواد دیگران رو هم مثل خودش بکنه که تنها چی نباشه. این نشانه های افرادی که دارای عقده حقارت هستند. حالا کسانی که دقت بکنید در این زمینه، کسانی که در مقابل این تحقیر شدن ها مقاوم هستند، اینها واقعا چه کسانی هستند و چگونه به اینجاها میرسن؟ من خدمتتون عرض میکنم. کسانی که در مقابل این نوع بیماری، یعنی بیماری عقده حقارت که عرض کردیم از نظر روانشناسی، روانشناسان پرونده بسیار قطوری رو برای این مطلب تشکیل دادن و روش صحبت میکنن، بیماری بدیست، بیماری خطرناکیست، یه جامعه‌ای که افرادش دارای این بیماری باشن و این بیماری حالت اپیدمی باشه در اون جامعه، اپیدمی پیدا کرده باشه و عمومیت پیدا کرده باشه، جامعه جامعه خوبی نیست، آینده خوبی نمیتونه داشته باشه، به جاهای بدی سقوط خواهد کرد. کسانی که در مقابل این افراد و در مقابل این بیماری، حالا نگیم در مقابل این افراد، ایستادن در مقابل این بیماری، افرادی هستن که انسان‌های بزرگ و با شخصیتی هستند. شما زنانی رو تصور بکنید که تو یک محله‌ای تمام افراد این محل همه افراد بدحجابی هستند، یک خانومی به تمام معنا داره تو اون محله به تنهایی داره حجابش رو مراعات می‌کنه، یک یا دو دختر خانوم هم داره، مخصوصاً اگر کوچک هم باشن، اینها رو هم چادر به سر کرده، حجاب اینا رو هم کامل کرده، دستا اینا رو می‌گیره، روزا می‌بره، خریدشو میکنه، کاراشو انجام میده، میره دوره تو خونه جلو همه اینها، رژه میره جلو همه اینها. این فرد چقدر باید بزرگ و با شخصیت باشه که دوچار این نوع بیماری که عقده حقارت هست نشده؟ این چنین افراد رو روانشناسان میفرمایند که اگه میخوایم بفهمیم کی با شخصیت هست، این نوع بیماری رو نداره، اینها میفرمایند که اگر این اشخاص که این نوع بیماری رو ندارن در معرض تحقیر فرومایگان واقع شوند، خیش را نمیبازند. توی محله‌ای که همه بد حجابن، این داره وظیفه خودش رو انجام میده، همرنگ جماعت نشده، همه بهش میگن آقا شما چون من یک عقیده ای دارم، هر وقت شما به من ثابت کردید عقیده من غلط هست، من عقیده رو میذارم زمین بدون هیچ گونه تعصبی. اگر منم به شما ثابت کردم که عقیده شما غلط هست، شما هم تعصبتون رو بذارید زمین، دست از این لجاجت بردارید. روانشناسان میفرمایند که اگر در معرض تحقیر فرومایگان واقع شوند، خیش را نمیبازند و در ضمیر خود، یعنی در دل خودشون، هیچ وقت احساس حقارت و زبونی نمی کنن. زبونی یعنی پستی، فرومایگی. دل آنها مانند اقیانوسی پهناور و مواج است، پلیدی ها قادر نیست بر این اقیانوس غلبه کند و چنین آب صافی را تیره و تار نماید. افراد با شخصیت و بزرگ هرگز از تحقیر کنندگان نیز انتقام نمی گیرن. یعنی اومدن بهش گفتن آقا تحقیرش کردن، کلاغ سیاه شدی، امول شدی، عقب افتاده شدی، تمام اینا که الان ما ثابت میکنیم، همه اینا اصلا برگشت به خود این جمعیت پیدا میکنه، با عقل و منطق ثابت میکنیم و با شرع. دقت بکنید، اینا اگر اینها هم بهشون گفتن، به هیچ عنوان در صدد انتقام گرفتن نیستن، بازم به این افراد سلام علیک میکنن، احترام میگذارن، اگر اونها به اینها بدی کردن، اینا بدی اونها رو به خوبی پاسخ میدن،
به عنوان یک همسایه، به عنوان یک دوست، هم محل. اما هیچ وقت دقت داشته باشید، هیچ وقت تحت تأثیر حرکات و حرفای اونها هم قرار نمیگیرن. روانشناسا میفرماین که با انتقام گرفتن از این افرادی که دارای این نوع بیماری هستن، این افراد با شخصیت هیچ وقت خودشونو کوچیک و خار نمی کنن. چنین خانوم هایی وقتی که در مقابل بدحجابی و بیحجابی و یک جمعیت این چنینی قرار می گیرن، تو عروسی ها، داخل عروسی باشه که اشکال نداره، بیرون عروسی ها که بیان فلان، مجالس دیگر، در رفت و آمدهای اجتماعی و معاشرت ها، تو منازل همدیگه اقوام و خیشان وقتی میرن میان، اگر به اینها گفته بشه که آقا حالا یه خورده تو هم چادرتو بنداز، طوری که نمیشه که، چقدر متعصبی، کی به تو گفته اینا؟ آخوندا بهت گفتن این کارا رو بکنی؟ ملاها بهت گفتن اینجوری بیای بیرون؟ این ملاها خودشون فلان و بهمانن، آخوندا خودشون دختر فلان آخوند اینجوریه اونجوریه. این در جواب، اینی که من میخوام عرض بکنم، میخوام بهتون بگم یک جواب تربیتی و جالب. این جواب این نوع افراد با شخصیت و موقر و متین هست، افرادی که دارای این نوع بیماری نیستند. این خانوم در مقابل همه این تبلیغات و سفارش های آنچنانی به او در جواب میگوید که نظر پروردگار برای من از همه مهمتر است. نه من با شماها دعوا دارم، نه مرافعه دارم، نه میخوایم بزن کنیم، نه ما تو سر شما، شما تو سر ما بزنید. شما میگی اینا نظر پروردگار اینه که من حجاب داشته باشم کامل. نظر پروردگار از نظرات همه شما برای من مهمتر. از همه نظرها نظر پروردگار مهمتر. نظر پروردگار اینه که من بعد حجاب باشم، برام بعد حجاب باشم. بی حجاب باشم، برام بی حجاب باشم. برم تو خونه مهمونی فلان دادن، همه روسری ها رو وشتن، یا مثل این بعضی خانوما که، دختر خانوما که حالا از دبیرستان ها، هنرستان ها، مدارس راهنمایی میان بیرون، خیال میکنن ببینین بیماری چقدر خطرناکه و مصری هم هست، بعضی جاها چادراشون میزن رو دوششون، یک احساس عظمت کاذبی میکنه این که این چادرش انداخته رو دوشش، الان چقدر نگاهش میکنن، جالب شده، خیلی جالب شده. مثلا این میگوید که نظر پروردگار برای من از همه مهمتر است. حالا روانشناسان میفرمایند که در مقابل این نوع بیماری راه علاجش چیه؟ چی کار کنیم که اگر دچار این بیماری شدیم بتوانیم معالجش بکنیم؟ مبارزه با عقده‌ای شدن در واقع چگونه هستش؟ میفرمایند یک، در معاشرت ها خود رو فراموش کنیم و حتی الامکان متوجه نباشیم که دیگران در مورد ما چگونه فکر میکنن و چه عقیده ای دارند. مطلق شما توی جمع فامیل هستی، همه دارن صحبت میکنن لباس، بعد شما کجا رفتیم؟ من دیگه به شوهرم گفتم من که دیگه چادر سر نمیکنم. به 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 به، چه عظمتی، بلی کلا، من که دیگه گفتم چادر سر نمی کنم، مانتوام از این مانتوهایی که من نمی پوشم، بریم از این مانتوهایی که صد خورده هزار تومن هست در فلان جا حکه بخریم بیاریم. حالا این صد خورده هزار تومن رو جای دیگه میدن 40,000 تومن، کاری ما نداریم. ما کار به این داریم که به همه بگیم از فلان جا حکه این مانتو رو خریدیم و صد خورده هزار تومن هم پول دادیم. یه بنده خدای خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزدش، یه روز منو صدا کرد گفت آقا این دوتا فنجون به من نشون داد، گفت این دوتا فنجون با هم فرق داره. گفتم ببینم، نگاه کردم تهشو، نگاه کردم روشو، نگاه کردم همه جا، گفتم هر دو فرانسوی است، فنجونای بسیار خوبی هم هست، خیلی سال پیش اینا از فرانسه هم واقعا میومد، مثل حالا نیست که چین به نام همه دنیا بزنه، الحمدلله واقعا از فرانسه میمد در ایران، شاید قضیه مال مثلا 25 سال پیش. گفتم نه چیز خوبی، جنسش هم فرانسویست. گفت من اینو میگیرم پشتم، این دوتا فنجونو عوض بدل میکنم، شما ببینی ها اصلا هم تشخیص میدی؟ گفتم بکن.
گرفت پشتش، فنجونا رو عوض بدل کرد، آمد گفت آقا کدومش به نظر شما با اون یکی فرق می‌کرده که مثلا من می‌خوام اینا؟ گفتم من نمیتونم تشخیص بدم، از اولا گفتم هر دوتا اینا یکی است، من یکیش رو از یه جای دیگه خریدم فرانسویه، یکیش هم از یه جای دیگه خریدم، اون کسی که اینو دیده به من میگه این مثلا ایرانیه به درد نمیخوره. گفتم نه واقعا نمیشه تشخیص داد. گفت این فنجون الف رو من از کوچه برلین عروسم برام خریده اوورده، این یکی هم من از بازار خریدم، همین بازار مثلا اول بازار بزرگ مثلا رفتیم خریدیم، کوچه برلین نرفتیم، چون در گذشته مثلا 20 سال پیش اینا کوچه برلین یه جایی بود که مثلا جنس‌ها رو میورد 5 برابر 10 برابر گرون قیمت میداد، میرفتن اونجا یه دهی که دوچار بیماری عقده حقارت بودن میرفتن از اینجا جنس خرید میکردن، که هر کی میگفت این سبد رو از کوچه خریدی شما سبزی گوشتش، میگفت کوچه برلین. به 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 این اینجور. حالا کوچه برلین ها زیاد شده، الان کاپشن های رو لباس های زنانه رو از خارج میارن دست دوم، خیلی برا من جالبه چون من دارم میبینم اینا رو میارن دست دوم، یه بند خدایی هم هست میاد اینها رو، عدل های اینا که از کشورهای لبنان و مدیترانه و کشورهای اروپایی و اینها میاد، عدل هاشو باز میکنه، میاد یه وقتایی به من نشون میده که آقا تو جیب های این کاپشن ها و کت ها و شلوار ها و اینا، یه وقتایی طرف که از خارج داده مثلا به در خونش اینها رو فروخته یا همینجوری داده، پول توش هست، مارک هست، یورو هست، دلار هست، پول روسی هست، پول نمیدونم مثلا ژاپنی هست، اینا رو سواد نداره، میاد به من نشون میده میگه این چیه؟ میگم 50 مارک، 10 مارک، 10 یورو، 5 دلاره، میبره صرافی مینیسه چه که اینا رو در ماه میفروشه، کلی کاسبی میکنه. ببینید مملکت گل و بلبل رو ببینید که الحمدلله جوون ما وقت نشسته میگه من بیکارم، یه آدم بی سواد داره ارز رو تبدیل به ریال میکنه، زندگیشو از این طریق میگذرونه، جوون ما 20 خورده سال میگه من بیکارم. یک صلواتی بفرستی. این لباس ها رو عرض به خدمتتون که اینها باز میکنن، میبرن یه خوشویی هایی دارن، آشنان مواد میزنن اینها رو، خوشویی میارن و میشورن، خوش میکنن لباسوی خوشویی تمیز مرتب، یک جا لباسای شیکی بهش میزنن، از خیابون های بالا جردن میدان آفریقا هفته تیر فروشگاه های دیگه میان این لباس ها رو از اینها میخرن و میدارن میبرن، دونه ای مثلا 5000 تومان از اینا یه کت میخرن یا کاپشن میخرن، میبره دونه 70000 تومان میفروشه صرفاً به خاطر مارکی که خیلی جالبه، مارکش هم یه قسمتی در بازار ما داریم، مثلا شما این مغازه طرف میگه آقا مارک ترکیه میخوام، یه حلقه های بزرگی هست همش مید این ترکیه، مید این ترکی، مید این ترکی، مید این ترکی، یه حلقه بزرگی همه رو میده بهت، مملکت گل و بلبل اینا رو میچینن تونتون میدوزن به اینها، میشه مید این ترکیه، مال ترکیه، این شلوار میخوام 1000 تا مارک مید این جرمنی به من بدی، مید این جرمنی، مید این جرمنی، یک حلقه بزرگ بهت میفوشه میگه مید این جرمنی، برو اینا رو بدوز رو اینا، اینا رو هم میگیرن میفوشن، میرن اونجا کتو میفوشه، طرف هم میاد میره، اینو دقت بکنید، میره توی فامیل خودش میگه یک کت خریدم مال آلمان، چه کتی 78000 تومان، همین کتو میدون سید اسماعیل 2500 تومان طرف خرید، شاهدش هم زنده جلوتون نشسته داره براتون تعریف میکنه، بیماری رو ببینید چه جوریه. طرف گفت من عروسم، این فنجونه رو بهش میگم عزیزم چند خریدی؟ میگه 6 تاشو اون موقع میگفت 6 تاشو خریدم 300 تومن، بهش گفتم من 6 تای اینو تو 4 راه مولوی میخرم 25 تومن، گفته امکان نداره، ایرانیه، مال ما فرانسویه، خارجیه. گفت اووردم فنجونه رو، همین کاری که با شما کردم با عروسم همین کار انجام دادم، بهش نشون دادم، گفتم نگاه کن تو تشخیص میدی کدومه؟ گفته نه من کاری ندادم، تو شعبده بازی میکنی، من کاری به این کارا ندارم، فنجون من فرانسویه، فنجون تو ایرانیه. میگم بذار من برات همونو بخرم 25 تومن، اون موقع 6 تاشو. میگفت نه من فقط کوچه برلین اینو داره و اینا بیماریه، اینا معالجه میخوام. میگه در این معالجه ها باید خود رو فراموش کنیم یه مدتی،
حتی الامکان متوجه نباشیم که دیگران در مورد ما چگونه فکر میکنن و چه عقیده ای دارن. ما توی مجلس نشستیم تو فامیل، همه دارن راجب کتشون، شلوارشون، دامنشون، مانتوشون، جورابشون، کفششون، راجب انگشترشون، انگشتر بدلی طرف دستشه مثلا یه چیزی دوربر 500 تومن میارزه، همچین داره روی حرف میزنه به اندازه 20 دقیقه روی انگشتر 500 تومانی حرف میزنه. خب این بیماریه. میگه آقا توجه به اینا نداشته باش، اصلا فکرم نکن کی راجع به تو چگونه فکر میکنه. مثلا همه دارن تو نگاه میکنن، چی میکنن؟ میگه آقا روانشناسه میگن شما سرتو بنده پایین، خیلی بهت فشار اومد، یک کتاب همراه خود دار، شروع کن کتاب خوندن. ممکنه وقتی هم کتاب باز کردی چی میکنی؟ چقدر خرخونی میکنی؟ الاخونی بلد نیستیم، خرخونی داریم میکنیم، ببخشید. گاوخوانی هم هنوز درسش یاد نگرفتیم. کتاب شما مطالعه چی میکنی؟ حالا اینا چیه؟ یک کتاب جالبی است، دست آمده، خیلی جالبه. حرفای شما تکراریه برام. راجع به انگشتر 500 تومانی 20 دقیقه حرف میزنه. اینا رو همه رو تو میدون سید اسماعیل و چهارراه مولوی و اینها، همه حرفایی که شما زدین مجموعش رو 5000 تومان میشه خرید. اینقدرم حرف نداره. شما بنزه 5 میلیون تومان رو اینا حرف زدید الان تو این مجلس مهمونی. من همه رو میدون سید اسماعیل براتون میخرم اینقدر. دیگه دعوتت نمیکنم. خیالت راحت میشه. چون اونا میخوان کلاس داشته باشه کارشون، پرستیژش حفظ بشه. میفرمایند مطلقا این که چه عقیده ای دیگران در مورد ما دارن اصلا فکر نکن. این یک. دوم، مطلقا توجه و انتظار نداشته باشیم که در مجلس سخنی از ما و از صفات ما یا آنچه که مورد نظر و یا مطابق عقیده و سلیقه ماست به میان بیاد. ببین میتونی واقعا جلو خودت شما بگیری؟ حالا ما راجع به بدحجابی و بیحجابی داریم صحبت میکنیم، اما شما آقایون، ما آقایون، ببینیم میتونیم راجع به بیماری خودمون جلو خودمون بگیریم؟ نمیخوایم مطرح بشیم. ماشین شما چیه؟ یه ماشین ابو طیاره قرازه است، همینجا ما خریدیم، قصی هم خریدیم، آقا همین دم درم گشتیم ماشین. میخوای هدیه بدیم به شما. الان پنچر هم هم. ببین یه وقت من با یه کسی در خارج دعوتم کرده بود، رفته بودم، یکی از دوستان گفتش که آقای فلانم اینجا پسرشو فرستاده، اگر مانعی نداره ایشون هم باشه که با ما باشه. گفتم نه آقا، منزل شماست، شما دعوت کردیم، من چی کارم، منم مهمون شما. دیدم این پسره با ما میاد بیرون، یک بنده خدایی هم اونجا ما رو دعوت کرده بود و ما رو میشناخت. خب این ماشینش مثلا اون موقع سال 2006 هنوز این ماشین مثلا تو آلمان نیومده بود، این ماشین اونجا خریده بود، ارده بود اونجا، گمرکش آزاد بود، مثلا ارده بود اونجا سوارش میشه. این پسرم میشه که وای منو بگیر. برای چی؟ من که قش کردم. برای چی؟ چی شده؟ این ماشین میدونی چیه؟ گفتم نه. چقدر بی احساسی تو، چقدر آدم عقب افتاده ای هستی. برای چی آخه حالا؟ چی شد؟ این ما دوربینو بیاد، یه رفیق داشت دوربین، یا هر ماشینی یه عکس میگرفت، وامیستاد کنار ماشین یه عکس میداخت، آخرم همه عکساش سوخت. این تفلک یک دوناشو سالم ایران نیم، همه رو عکس میگرفت. دیدم این تفلک بیماری بدی داره، یعنی در حقارت تحقیر شدن. ما میشستیم میگو احساسی نداری توی ماشین نشستیم؟ گفتم نه احساس من، آخه چه احساس ماشین؟ شما میخوای از این ور تهرون بری اون ور تهرون، از این ور خیابون بری یا چهار تا خیابون ور، چه با درشکه بری، چه با اولاغ بری، چه با قطار بری، چه با هواپیما بری، میخوای مسیر تو بری، چی کار داره این ماشین؟ چه یه خود این صندلیش نرم‌تره مثلا. میگفت نه اینا ماساژ میدن. میگفتم حالا من ماساژ نمیخوام بدن، ماشین منو ماساژ نمیخواد بده، راحت میریم اون وقت. ما میخوایم مسیر رو طی کنیم، آخه کار نداریم مرکب حالا چی باشه، بعد مرکب ناراحتی نباشه، مرکبش راحت بشه، راحت چی میخواد باشه. میگفت تو احساس نداری، اصلا تو این وادی ها نیستی. این که روانشناسان میگن ما توجه اصلا مطلقا انتظار نداشته باشیم که در مجلس سخنی از ما و از صفت ما یا آنچه مورد نظر و یا مطابق عقیده و سلیقه ماست به میان بیارن. هیچ انتظار نداشته باش. میتونی جلو خودتو بگیری واقعا این گونه باشی؟ سوم، میفرماین اگر میدونی که تو مجالس
این که میگیم میفرمایند اتفاقا روانشناسان خارجی هم هستن قاطی اینا که ما همه رو جمع کردیم و خیلی زحمت داشت این کار، من این کار انجام دادم دیگه اسمشون هم نیاوردم، خیلی زیادن. میفرمایند که در مجالس که قرار میگیری دیدی افرادی دچار این بیماری ان انقریبا رو تو اثر میذارن، خودتو سرگرم کن. خود را سرگرم کردن و از تیررس افراد دور بودن. بعد آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، واقعا چه حقیشون برگردن نسل کودک ما، نوجوان ما، جوان ما و بزرگسال ما داره با کتابهایی که ایشون به یادگار گذاشته. ایشون میفرماید من نظرات همه رو جمع کردم، اساره این رو این جملاتی است که به دست آوردم. ایشونی که کسانی بود که مرحوم استاد علم کلام، دانشمند بزرگ اعتقادات اسلامی که رو دستش هنوز نیامده، مرحوم آقای نیکوصفت رحمت الله علیه چند نفر رو 100% تایید میکرد، یکیش آقای فلسفی بود. ایشون میفرماید در صفحه 419 کتابی که من خدمت شما عرض کردم، کتاب کودک از نظر وراثت و تربیت، در صفحه 419 اساره نوع مبارزه‌ای که ما میتونیم انجام بدیم، ایشون میفهمد بهترین و اساسی ترین راه مبارزه با احساس حقارت آن است که آدمی مقهور آن احساس نشود و شخصیت خود را نبازد، حتی المقدور آن را نادیده انگارد. در مقابل یه ماشین نو، در مقابل یه جاسویچی، در مقابل یک شلوار، یک کسی اومده نوک زانوشو سوراخ کرده، یک عالمم شلوارش رنگ رو رفته است، این میخواد به تو درس بیاموزه؟ تو در مقابل این آدم مقهور میشی؟ تو یکی از مجالس یه خانم پیرزنی بنده خدا نشسته بود، یکی از اینایی که رب شلوارشو یه جاشو دیدید سوراخ کرده و فلان اینا، دیدش که یک پیرزنم قصدی نداشت بنده خدا، دیدش که اینا اومد نشست اونجا، حالا موهاشو یه جوری این پیرهنشون هم از پیرهن رویه زده پایین، مثلا دلام که میشن عرض به خدمتتون که تمام این کمر و پشتشون چون شلوارشون اینقدر هست، عرض به خدمتتون که اشتباهی مال آدم کوچیکا رو آوردن به آدم بزرگا فروختن، عرض به خدمتتون که اینها رو پوشتن. این بنده خدا قصد نداشت، یه دست کرد جیبش گفت مادر جون بیا ببینم جلو ببینم، اومد جلو گفت این شلوار تو دران، این من یه چیزی میدم اینجا بپوشیزش، من سوراخشو بگیرم برات، بعدم یه پولی من بدونم این شلوار رنگ و روش رفته بخرید چی بکنی اینا. این در مقابل پیرزن خجالت کشید، گفت این سواد نره نمیفهم مد چی چیه. گفتم تو که میدونی مد چی چیه نکن این کارها رو. یعنی چی این کارا؟ شخصیت تو مافوق این حرف هاست. تو یک انسانی هستی که خداوند رو تو حساب باز کرده، تو این جامعه در کره خاکی رو حساب باز کرده خداوند تبارک و تعالی، تمام این عالم رو مسخر تو قرار داده، به تو یاد داده بری یه دونه تومه بندازی گیره یه دونه قلاب ماهیگیری تو رودخونه، ماهی به چنگ تو تسخیر بشه و بیفته، اگر ماهی عقل و شعور داشت تو زیر آب یه چشمک میزد میگفت خودتی. عقل نداره این حیوان، شعور حیوانی داره، عقل نداره. ولذا تومه رو میبینه گول میخوره میاد این تو دهانش گیر میکنه، دست و پا میزنه، تو میگیری کبابش میکنی میخوری. گوسفند رو در تسخیر تو یه دونه چوب میزنی 200 تا گوسفند رو به انسان میدی، همه رو چوب میزنی، بیا کیشی به اینا میکنه همه یه جا جمع میشه. اینا در تسخیر تو هن، توی انسان رفتی شلوار تو سوراخ کردی، انقدر شلوار بچه ها رو برشتی تنت کردی، داری پوز میدی به این شلوار، چه پوزی مونده که تو بخوای بدی؟ روسری تا اینجا سر کردن و موی خودمون رو بیرون گذاشتن چند رنگ کردن و عرض به خدمتتون که مجموعه اینا رو وقتی روسریه رو توی یک جاده ای من میامدم از قم میامدم به تهران، یکی از این جاده های روستایی دیدم یه ماشین از جاده های روستایی پیچید اومد تو جاده اصلی، جلوی ماشین ما قرار گرفت،
دیدم یه خانومی رو سریش هم ورداشته با آقاشون مثلا به به، مثلا حالا خانوم کجا هست؟ مثلا مالی که روستاهای شنگول‌آباد یا منگول‌آباده، مثلا جای دیگه که نیستش. این حالا اومده با این برداشتن روسری یه پوزی بده، اهل عالم ببینید من روسری رو ورشتم، همه این موها رو که بزم داره، خیلی خوشگل‌ترش رو داره که تکون میده حیوان را میخواد. مگه چیه تو داری آخه میخوای نشون بدی؟ دست از این عقده حقارت بردار، شخصیتتو مافوق این حرف هاست، خدا رو تو حساب باز کرده، چیه که میخوای بهش پوز بدی؟ چی هست واقعا؟ میفرمایند که ایشون میفرماید که شخصیت خودشو انسان نبازه، حتی المقدور آن را نادیده انگارد و به دست فراموشی سپارد، با اطمینان خاطر فکر کند. خیلی جالبه، برای آشکار کردن استعداد و قابلیت خیش تصمیم بگیرد، بگرده ببینه چه استعدادی خدا بهش داده، ازش استفاده کنه. بعد ادامه میده ایشون، کاری که خود را برای آن شایسته میداند انتخاب نماید، تمام نیروی خود را در آن راه به کار اندازد و برای نیل به آن حد اکثر جدیت را معمول دارد. وقت ببینه که موفق میشه یا نه. من دیدم افراد بسیاری که این کار رو کردن و موفق هم شدن، این بیماری رو هم رها کردن، بیماری هم اونها رو رها کرده. البته آقایان، خانوم های گرامی، عزیزانی که صدای ما رو دارید، تصویر ما رو دارید، هر زمانی دارید این صحبت های ما رو گوش میکنید، این کار زحمت داره، هر کاری زحمت داره، زحمتش هم برای روزای اول بیشتره، اما وقتی انسان عادت کرد دیگه براش این کار سهل و آسون هستش. یک حدیثی من میخونم باز از قررالحکم صفحه 337 از سید و مولای هممون که افتخار میکنیم همچین پیشوایی داریم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حضرت میفهمد به تعب شدید تدرک و درجات و رفیعه و راحت و دائمه. چقدر زیباست. حضرت میفهمد با تحمل رنجهای سخت و زحمتهای سنگین آدمی به پایه‌های بلند زندگی و آسایش دائمی نائل می شود. خانومی حجاب داره تو محل، تو اقوام، تو خیشان، دست از این حجابش بر نمی داره، با عقل و منطق از این حجابش داره دفاع می کنه. حضرت می فهمد خیلی سختی می کشه، متلک می گن، شتلک می گن، بهش هزار تا حرف می زنه که حالا می گیم همه افوام به خود اینها بر می گرده، اما تحمل که کرد، حضرت می فهمد چنین انسانی وقت آینده داره. حالا ما صحبت میکنیم کسانی که رعایت این حجاب رو نکردن و سراغ بد حجابی رفتن، اونها به کجا رسیدن؟ اینایی که سراغ حجاب رفتن به کجا رسیدن؟ حضرت میفهمد به درجات رفیعه و راحت دائمه. پس عقده های حقارت رو که عرض کردیم نشأت گرفته از عدم اعتماد لازم، یعنی کسانی که اعتماد لازم به خودشون ندارن، اعتماد به نفس ندارن. اعتماد به نفست که ضعیف شد، هر کی میاد بغل گوشت جسی میگه زودی داری شل میشی، انا زانوات داری میلرزه، زودی بفهم اعتماد به نفست پایین اومده. مثل خون که میگن آقا تو خون مثلا قند خون بالا رفته پایین اومده، فشارت بالا رفته پایین اومده، بگو که یکی بنده خدایی یه جا نشسته بود میگفتش که این جمعه میخوایم بریم چلو کباب بخوریم، گفتم چرا؟ گو کباب خونم پایین اومده. آخه حالا حکایت اینه که یه وقت ما میبینیم که بعد اعتماد به نفسمون پایین اومده، الان باید سراغ این باشیم اعتماد به نفس رو قوی بکنیم. اعتقاد یعنی نداشتن اعتقادات محکم به مسائل دینی، این دومین چیزیه که عقده های حقارت ازش نشأت میگیره. من دیدم انسان های بسیاری که اینا زیربنای اعتقادیشون بسیار سست و متزلزله، همواره روی زلزله، روی نوار زلزله دارن زندگی میکنن از نظر اعتقادات دینی، روی نوار زلزله دائما بروبیا دارن، بالا پایین میشن، اصلا زندگی دینی و اعتقادی ثابتی ندارن.
خیلی جالبه، ما عده بسیاری تو جامعه داریم با از این که مسلمان و شیعه هستن، تو خانوم ها نه خودشون میرن دنبال این حرفا و نه میگذارن بچه هاشون، دختر و پسرشون رو نمیذارن دنبال مسائل اعتقادی بیرن، اونا رو هم نگر میدارن که اینا متزلزل بمونن. طرف 50 سال اعتقاداتش متزلزله، رو نوار زلزله اعتقادیه، نوسان زیادی داره. میگم چرا دخترتو نمیذاری؟ بلون کن بابا، بس هرچی خوندن تو اینجا بسه، میخوام بفرستم بره تکامل پیدا کن. دیگه نمیدونه که اصلا بدون این حرفا بود به تکامل نمیرسه. وقتی ما ندونیم چجوری عقلمونو به کار بنزیم تعقل بکنیم، تکاملی در کار نیست. دور نگه داشتن افراد خانوادمون از رسیدن به چنین مسائلی، یعنی مسائل دینی و اعتقادات محکم، اینها همه نشأت میگیره از عقده حقارتی که در وجود انسان هستش. حالا یه موضوعی رو میخواییم باز بکنیم، بعضی از مسائلش رو بگیم، خیلی شیرین و جالبه، و بریم انشالله سراغ این مطلب و پاسخ دادن به این موضوع که کسانی که مبتلا به این بیماری هستن، یعنی به عقده های حقارت انواع و اقسامش مبتلا هستن، اینها چه گروه و دستجاتی رو در جامعه تشکیل میدن. ما بدونیم که دستجات و گروه هایی که هستن چه جوری، چه ارتباطی بین این دستجات و گروه ها و عقده حقارت و شاید عقده های حقارت هست. به عبارتی دیگر این مطلب رو عنوان بکنیم، موضوع رو اینجوری مطرح بکنیم، خوب دقت بفرمایید. خود بدحجابی، چون عرض کردیم ارتباط بین عقده حقارت و بدحجابی رو عرض کردیم، حالا میخوایم موضوع رو عبارت اخرایی براش قائل بشیم، عبارت دیگری برای تیترمون، برای عنوانمون، بگیم این عنوان این موضوع رو داشته باشیم. افراد بدحجاب جامعه ما و بیحجاب جامعه ما چگونه اینجوری شدند؟ چه عواملی باعث شد که اینها به این روز در بیان و به این عمل خودشون هم افتخار بکنن؟ چه عواملی باعث شد؟ این تیتر ما باشه. اینا هم باز این بحث هم من از نظر روانشناسی مطالعه کردم، نظرات مختلفی رو روانشناسان اسلامی غیر اسلامی اینها رو دیدم، این مواردی است که من براتون جمع آوری کردم. نمیخوام بگم همه عوامل اینها هست، عوامل بدحجابی و بیحجابی ما، نه، میخوام بهتون بگم که مهمترینش اینهاست. همون بحثیه که در واقع اول صحبت هم داشتیم، به نوعی گفتیم اولین عاملمون عقده حقارت هست. خب بقیه اینا به نوعی از عقده حقارت کمک میگیره، اما اون عامل اول بود. عامل دومش در بدحجابی چیه؟ در بیحجابی چیه؟ چی میشه که این زنان بدحجاب میشن، بیحجاب میشن؟ دومین عاملی که در زمینه بدحجابی و بیحجابی در جامعه عامل بسیار منفی و مؤثری میتونه باشه، چیزیست به نام دوستان ناباب. متاسفانه تو جامعه ما، در صدا و سیمای ما به این مطلب کم پرداخته میشه، شاید به نحوی خود صدا و سیمای ما که این هم زحمت میکشن بندهای خدا، ولی در بعضی جهات خودشون مروج خیلی مسائل در زمینه بدحجابی هم هستند اتفاقا، این قابل بحثه. و تو این زمینم نه اینکه کار نشده، تو صدا و سیما کم کار شده، تو مدارس خیلی داره کم کار میشه، تو حوزه های علمیه خیلی کم کار میشه، روحانیت ما مجالس ختم داره، مجالس حاجی خورون داره، مجالس چله داره، شب سال داره، دهگی دارن، اما متاسفانه آقای فلسفی کم داریم، یا اصلا الان بگیم نداریم که بره یه دهه راجع به دوست ناباب صحبت بکنه بالای منبر. وقت مردم به یه نحوی پایین بعضی منابع داره گرفته میشه و متاسفانه تذکر لازمم داده نمیشه. تو دانشگاه هم که اصلا نگین و نپرسید، فقط بیاین خبرهاشو از بنده بگیرید و برید.
که چه خبر هست. دلی پردرد از این قضیه واقعا داریم. آقا عامل دوست ناباب در بدحجابی و بیحجابی که هیچ، در منحرف کردن افراد یک جامعه، یک دوست نابابی وقت می‌بینی که یک فردی رو تا مرگ پیش میبره، تا جهنم پیش میبره، یک دوست ناباب طرفی رو از یه مسیر مستقیم میکشه طی مدت یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال میبرتش در جهنم، اون رو فرود میآوره، رهاش میکنه میره. این دوستان ناباب در مدرسه که الان خیلی زیادن، تمام پخش مواد مخدر ما در مدرسه ها توسط این دوستان ناباب داره صورت میگیره. دوست ناباب اینجاش ننوشته انا ناباب یا آی ام ناباب. دوست ناباب میاد میگه چیه با نشستی اینجا؟ میگه گوشم درد میکنه. خب گوشه درد میکنه که راه داره، خب باشه من گوشه خوب میگم، چجون بشین انا بریم زنگ تفریح، یه گوشه فقط یه جا وایسا، این کاپشن تو اینجوری بگیر، چش یه سیگار در میاره اینجا آتیش میزنه، گوشه تو بیا من فوت میکنم الان تو گوشه، دود سیگار خوب میشه، خوب شد. مثلا حالا فرض میکنیم شما هر دود دیگه ای هم که چی بکنی تو گوشت، مثلا دود یه خاصیتی داره که یه خود تسکین میده، مثلا بده میگه آقا بعد یه خود خوب شد، بیا نخشم پیشت باشد یا چیز بزن ببین، اصلا فکر تو عوض میکنه، شاد میشی، بزن بزن سیگار. این طفلی اومده و یه نخ سیگار گرفته زده به قول خودشو، بیاد فندک هم در آورده میزنه، این به دست اون اینجوری میزنه، اونم به دست اون اینجوری میزنه. به به چه حالی داره این قضیه، چه کیفی داره واقعا. سیگار ما آتیش زدیم، اون میزنه به دست ما، این میزنه به دست اون، این کوچه‌ای که اخوشون در میارن. چی شد؟ بچه تو مدرسه داره شیشه استعمال میکنه، حشیش ریختن لای کاغذ، بستن مثل سیگار بهش دادن، کشیده، بدن دیگه نمیتونه رها بکنه. بچه 14 ساله، بچه 15 ساله، بچه 16 ساله. خیلی جالبه، خیلی اینها میان میگن که میگم شما اینجوری، میگه نه من یه سیگار داد همینجوری کشیدم، میگم گولت میزنه این، فریب میزنه، دوست نابابه، میگه من انقدر محکم هستم که هیچ گول نمیخورم. من خواهش میکنم از این خانوما، از این آقایون، این جمله رو یادگاری بنویسید. تمام افراد ورشکسته اقتصادی ما در زندانها، تمام افراد ورشکسته اقتصادی ما در زندانها، تمام افراد معتاد آخر خط ما در زندانها، فروشنده های مواد مخدر و قاچاقچی این مواد در زندانها، تمام و تمام اینها از زرنگترین افراد جامعه بودند. اینها انقدر زرنگ بودند، جمله من اینه که هر وقت بهشون میگفتی مبادا این چکو که کشیدی سرت کلا بره تو این معامله، میگفت من خودم 70 نفر میبرم دم چشمه تشنه بر میگردونم. تمام افراد زرنگ سرشون کلاه میره، افراد تنبل در مقابل اون زرنگا هیچ وقت سرشون کلاه نمیره. در میون اینها شما بگردید، آمار بگیرید، کاری نداره. یه روز برید دفتر این زندان ها، یه دون از این زندان ها بگو آقا من خب این چند تا اینجا ورشکسته اقتصادیه، اینا زندگیشون، بیوگرافیشون چجوری بوده؟ از زرنگترین افراد جامعه بودن. همیشه زرنگا تو اینجور امور سرشون کلا میره. شما زودی سوال میکنی چرا؟ من در جواب میگم به خاطر اینکه انقدر به زرنگی خودشون مقرور میشوند که دیگر محیط اطراف خودشون رو چیکار میکنن؟ فراموش میکنن همشون اینا. شما ببین یک کسی حرف خوبی میزنه، میگم ما وسط خیابون که داریم با ماشین میایم، تمام این بیچاره هایی که تصادف میکنن آدمای خل و چل و اینا نیستن، آدمای شوت نیستن، آدمای روانی نیستن وسط خیابون. تمام آدمهایی هستن که عرض به خدمتتون که اینها میگن ما خیلی حواسمون جمعه، الان از این ور خیابون راحت میریم، اونور ماشینا میاد مثلا به اینا میزنه، دقت لازمو نمیکنن چون به زرنگی خودشون مغرور میشن، غافل میشن از محیط اطراف.
شما میگی چرا شوت ها و خلوعزا و روانی ها و اینا وسط خیابون؟ چون مردیگه یا زنه یا مرد روانی اومده وسط خیابون همجوری ها 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 میخنده، بالا رو نگاه بکنه، بجن که بعد این اونور نگاه کنه، تمام ماشینا به احترامش میستن، میگه الان بزنیم خونش رو گردم، این دیوونه است اومد واسه. اما آدم عاقله رو که میگه که من خودم میرم الان میشینه محاسبه میکنه که این ماشین تا بهم برسه، من دویدم اونجا، دویدم به اونجا برسم، محاسبهش غلط در اومده، ماشین بهش میزنه میره گوشه بیمارستان، به زرنگی خودش مغرور میشه. در اقتصاد همینطوره، در مواد مخدر همینطوره، در فساد و فحشا و فلان همینطوره. دوست ناباب سراغ زرنگا میره، نه سراغ اونایی که پپن. سراغ زرنگا هم میشه میره، برای اینکه میدونه اینا به زرنگی خودشون مغرور میشن. در محل ما دوست ناباب داریم، در مدرسه داریم، در محل کار داریم، در دانشگاه ها به وفور دوست ناباب داریم. چرا دختر خانم ما میره تو دانشگاه با چادر میره، کم کم بعد از نیم ترم، هنوز سه ماه نشده، چادرش رو میذاره تو کیفش دیگه میره تو دانشگاه، میاد بیرون تا یه فرسخ اونورتر هم ایمانوشو نگاه میکنه، بعد چادرش رو سر میکنه. نه همه یه دانشجویان دختر رو میخوام بگیم، بعضن که دوچار ضعف اعتقادی هستن، دوچار یه نوع تحقیر میشن. در کارخانه و شرکت و اداره ما دوست ناباب داریم، تو یک مغازه‌ای دو تا شاگرد داره، یه دونه شاگرد دوست ناباب باشه، کلک اینو کنده از بین برده، امثال اینها. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام راجع به دوست ناباب چه مطالبی داره. من تونتون میخونم. حضرت میفرماید که هر کس تو را دوست داشته باشد تو را از زشتی ها نهی میکند. میفرماید همنشین خوب نعمته، همنشین بد بلا و مصیبت است. میفرماید همنشینی با همنشین بد مجمع همه بدی هاست. دوست بد که تنگت افتاد دیگه همه بدی ها دراشون رو به روت باز میکنن. دوست بد مجمع همه بدی هاست. حواست جمع باشه، بپاداری با کی دوست میشی. پیرامون این قضیه انشالله و عوامل دیگری که باعث بدحجابی و بیحجابی است و تفصیل مطالب انشالله در جلسه آتی انشالله مفصل صحبت خواهیم کرد. چند تا عامل خیلی مؤثر و مهم داریم که باید حتما اینها مطرح بشه و روش صحبت بکنیم. از شارع مقدس هم فرمایشات بزرگانمون رو در این زمینه مورد توجه قرار بدیم انشالله. بقیه بحث انشالله میونه برای جلسه بعد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلوات.